بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پاسخ به وسط بازی علمای جنوب. میسک دیروز مختصر پخش شده، من دیشب اینو پخش کردم. در وسط انقلاب مردم علیه نظام ظالم ولایت فقیه، شیخ میگدلی از اعضای شورای عالی مدارس اهرسنت جنوب در خطبه های نماز جمعه پاسخی دادن به انتقاد مردم از علمای جنوب که چرا شما مانند علمای اهرسنت بلوچستان، علمای اهرسنت کردستان و خراسان و باقی علمای اهل سنت ایران در صف مردم قرار نگرفتید و از مردم دفاع نکردید. سکوت شورای عالی مدارس جنوب باعث میشد ما هم در برابرشون سکوت بکنیم. اما خطبه های شیخ بیگدلی که خیلی هم منتشر شد، چون که به دین ضربه میزنه، سبب شد که لازم باشه که بهش پاسخ داده بشه. من از خلاصه خطبه های ایشون میخونم. تشکل جنوب سیاست بر رسانه‌ای و منبری کردن مشکلات ندارد و سعی می‌کنند از کانال‌های دیگر مشکلات را مطرح کنند. اگر قراره در منبرهای جمعه شما سیاستتون این باشه که مشکلات مردم رو بیان نکنید، منبر جمعه رو برید به کسانی که مشکلات مردم رو بیان بکنن، چون در سیرت رسول الله علیه السلام این منبر منبر رسانه‌ای هست که باید مشکلات مردم درش بیان بشه. و خودتون هم میدونید که بخش زیادی از خطبه های رسول الله علیه السلام در موضوعات سیاسی و در مورد مشکلات مردم بوده. مگه میشه شما منبرها در دستتون باشه و در مورد مشکلات مردم صحبت نکنید؟ منبر رو بدید به کسانی که در مورد مشکلات مردم صحبت میتونن بکنن. در ادامه گفتن که سکوت علمای جنوب از روی ترس نبوده. اگر ما تحریک میکردیم مردم رو، خون کسانی که کشته میشدن ما نه خودمون رو میبخشیدیم به خاطرش، نه کسانی که ما رو تحریک کردن که این حرف رو بزنیم. جناب شیخ، کسی از شما انتظار نداره شیخ زیایی باشید، کسی انتظار نداره عمر مختار باشید. نمیخواد که نرگس محمدی و نسرین ستوده و حسین رونقی و وریا غفوری و مولانا عبدالملک هم باشید، نمیخواد مولانا عبدالحمید هم باشید. شما فقط کافیه صف خودتون رو در کنار مردم قرار بدید، کافیه که به دولت بگید مردم معترض رو نکشید. کسی از شما انتظار بیانیه نداره، کسی از شما انتظار فراخوان نداره، کسی منتظر فراخوان شما هم نیست. علت دلسوزی من هم به خاطر دینم هست. وقتی مردم شما رو بر بالای منبری میبینند که رسول الله علیه السلام اولین بار اونجا خطبه کرده، بر روی همچون رسانه‌ای خطبه کرده، و شما رو میبینند که حتی صف خودتون رو از حکومت ظالم جدا نمی کنید، مردم نسبت به اون منبر، نسبت به اون دین زده میشند. و بعد نگرانید که چرا مردم دین زده میشند؟ آیا مردم حق ندارند؟ مورد چهارم، چون به قرآن استدلال شده، به نظر من سخت‌ترین مورد هست برای کسی که دین رو دوست داره و دین رو در خطر می‌بینه. گفته شده نقش علما بر اساس آیه ان اريد الا الاصلاح، اصلاح هست که موقعیت این نقش ایجاب می‌کند، نه در صف معترضین باشی و نه در صف دولت. واقعا یعنی نه در صف مظلوم باشی نه در صف ظالم. شیخ عزیز، مردم ایران به این نقش، به این سبک بازی میگن وسط باز، و این نه سنت رسول الله علیه الصلاه و السلام هست که میفرمایند انصر اخاک الظالم او مظلوم، دست ظالم رو بگیر که اجازه ندی ظلم بکنه و کمک بکن به مظلوم و اجازه ندی که بهش ظلم بشه. این دینیه که محمد مصطفی برای ما آورده، دینی که رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمایند در جامعه ای که به مردم ظلم میشه و مردم سکوت میکنند برکتی توش نیست، خیر توش نیست. این دین اسلامیه که ما آموزش دیدیم از قرآن و سنت. اصلاح جامعه به معنی اینه که شما نه در صف ظالم باشید نه در صف مظلوم. آیا حق نمیدید به مردمی که میبینند بازیگر و بازیکن و فعال مدنی و فعال سیاسی در صف مظلوم وایسادن، و کسی که ندای دین از خطبه نماز جمعه داره میده، میگه من نه در صف ظالم وای میسم و نه در صف مظلوم؟ عافیت طلبی تا کی، تا چه اندازه، تا چقدر؟
إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. این آیه رو قرآن نقل میکنه به این خاطر که من شما عبرت بگیریم. خداوند میفرماید ما از اهل کتاب میثاق گرفتیم، عهد گرفتیم که کتابو بر مردم بیان کنند، حقو بر مردم بیان کنند، پنهانش نکنند. لیکن این کارو نکردن، پنهان کاری کردن و نبوذوه و رازو پشترشون انداختن. یعنی شما مسلمانان اینجوری نباشید. و اشترو بهی ثمنان قلیلا، و با این سکوتشون، با اینکه حق و پشتر انداختن، ثمن قلیل خریدن. ثمن قلیل رضای دولته. با مردم ایستادن در این شرایط الان دولت راضی نمی کنه. فبئس ما یشترون، بد خریدی که کردند. این شامل یهود میشه، شامل نصارا میشه، شامل مسلمین میشه، شامل هر کسی که حقیقت رو پنهان کنه به خاطر طاغوت مسلط بر ایران شامل همش میشه. دوستان این کلیپ چقدر عبرت آموزه.